خب همونطور که میدونید بیش از چهار در از انقلاب ضد سلطنتی میگذره در انقلاب ضد سلطنتی اصلی ترین شعاری که همه روی اون متفق القول بودن آزادی بود اما این اصلی ترین خواسته مردم برآورده نشد علت چی بود انقلاب از چی رنج می بود؟ و چرا خواسته ها برآورده نشد همراه هستیم آقای بهمن کامیاب تا به این موضوع بپردازیم با سلام و درود به شما آقای کامیاب و ممنون از حضورتون در این برنامه سوال اینه که کمبودها و مشکلاتی که در قیام در, در از انقلاب پنجاب و هفت حل نشده بود انقلاب ضد سلطنتی چه کمبودهایی بود و چه مشکلاتی در این انقلاب حل نشده بود سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی در پاسخ به سوال شما باید بگم مسئله اساسی و محوری در یک کلام نبود آلترناتیو انقلابی و مردمی بود به دلیل اینکه اونهایی که نقش اونهای اصلی رو در انقلاب داشتن توسط شاه یا به قتل رسیده یا زندانی بودن نکته بعدی این بود که به طور واقعی شناخت مردم از شخص خمینی پایین بود همچنین به دلیل زندانی بودن رهبری سازمان یافتگی جنبش مردمی به نقطه بلوغ خودش نرسیده بود در حالی که شبکه آخوندی که به یاری شاه و سواک بازسازی شده بود در خدمت خمینی قرار گرفت از نکات دیگه ای که میشه روش دست گذاشت مرزبندی بین انقلاب و ضد انقلاب در بین مردم روشن و تعمیقی هم نبود البته عامه مردم میدونستن چه چیز رو نمیخوان یعنی شاه و سلطنت رو نمیخوان و باید سرنگونش کنند. اما همه دقیقا نمیدونستن که چه چیز رو میخوان و چه جانشینی با کدوم ماهیت و خصوصیات بایستی سر کار بیاد نتیجه چنین کم این شد که دزد بزرگ قرن یعنی خمینی از را رسید و با استفاده از خلاه تاریخی رهبری به قافل انقلاب زد و انقلاب رو بر سر انقلابیون و مردمش خراب کرد بله خب دلیل شما مبری برای اینکه بزرگترین کمبود انقلاب ضد سلطنتی 22 بهمن فقدان آلترناتیو زی صلاح بوده چی هستش خب انقلابی که دیکتاتوری شاه رو با همه سوابقش در هم شکست عمیقا متاثر است مبارزه مسلحانه سازمان های انقلابی بود دلیل اصلی اون هم فقدان یک سازمان رهبری کننده زیستلا یک جانشین دموکراتیک و مردمی در صحنه بود وقتی صحبت از رهبری میکنیم یعنی تعیین کننده ترین و مهمترین موضع در هر انقلاب اگه صحبت از انقلاب می پس رهبریش هم باید فعل واقع انقلابی و زیسلا باشه و یک رهبری انقلابی میتونه یک انقلاب رو به اوج ببره و متقابلا هم دزد و سارق رهبری میتونه یک انقلاب رو با تمام عظمتش و با تمامی زیر ساختاش با تمامی شرط عینی و جوشان جامعه به قره دره ببره بله تو انقلاب بیستوی بهمن خمینی جایگاه رهبری رو از صاحبای اصلیش قصب کرده بود و در جایی نشست که صلاحیتش رو نداشت در نتیجه هزینه چنین کمبودی رو چهل و سال مردم ما و بسیاری از مردم منطقه و جهان با گوشت و پوست و سخون میدن به عبارتی میشه گفت خمینی شومترین دستاورد ارتجایی و استعماری تاریخ معاصر ماست معموریت تاریخی این دجال در یک کلام خراب کردن انقلاب ضد سلطنتی بر سر نیروایی بود که همون انقلاب رو به راه انداخته بودن و هدفش به بند کشیدن مجدد انقلاب و مردمی بود که اون انقلاب رو تحقق بخشیده بودن الان هم بیدلیل نیست که تو قیام کنونی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران تمامی دعوا روی آلترناتیو متمرکز شده چرا؟ چرا که مقاومت و مردم ایران نمیخوان داستان سرقت رهبری و تمامی فجایه بعد از اون که برای مردم و میهن دیگه تکرار بشه بله آقای کامیاب استدلال شما چیه که میگین خمینی شایسته رهبری انقلاب پنجا هفت رو نداشت بله خمینی به هیچ وجه سابقه مبارزه انقلابی و اصولی به خصوص برای آزادی نداشت این آدم تا پنجاه و چند سالگی در میدون سیاست حضور چندانی نداشت و در سلک ارتجایی ترین آخونده مشروع چی و در شمار حواداره شیخ فضلالله نوری و خسم علمای صدر مشروطه بود خسم آخوند خراسانی روحانی طرفتار مشروطه بود خسم مجاهدان و آزادی ستان و صدر مشروطه بود در آستانه کویتای 28 مرداد در سلک افراد آخوندکاشانی به زدیت با پیشوای نهست ملی ایران دکتر محمد مصدق برخواسته بود ضمن اینکه خمینی برای انقلاب برنامه مکتوب و مدون ارائه نمی کرد و چون دستش خالی بود از اون هم به شدت گریزان بود همینطور خمینی به هنگام مخالفت با حاکمیت شاه هیچ وقت مبارزه و قیام مسلحانه رو که به تعمیق مرزبندی های جنبش و ضد جنبش منجر میشه رو روا نشمرد خمینی بدون اینکه کمترین شایستگی داشته باشه هم مشروعیت سیاسی هم اعتبار ناشی از سرنگونی نظام سلطنتی هم قدرت مذهبی و هم قدرت اجرایی و اقتصادی جامعه رو در دست داشت شما کمبودهای انقلاب 57 و به سرقت رفتن انقلاب توسط خمینی رو خوب، به خوبی بیان کردید به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که صفزته ای که الان بقایای سلطنت در درباره انقلاب 57 راه انداختن اگه در مورد اینم توضیح بدید ممنون میشه سوال خیلی خوبیه بله این جماعت به ناحق 44 سال جنایت این رژیم رو به انقلاب نسبت میدن و مردم رو به دلیل انقلابشون علیه دیکتاتوری شاه مستحق چنین جنایاتی میدونند و در پایان هم نتیجه میگیرند که تنها راه نجات بازگشت به همون دیکتاتوری سابقه در صورتی که مردم ایران همواره به سرنگون کردن رژیم شاه و اون انقلاب افتخار میکنند مشکل اساسی انقلاب ضد سلطنتی در قصب رهبری اون توسط خمینی در جال بود و این مشکل در این انقلاب حول محور شورای ملی مقاومت ایران اساسا حل شده بنابراین میخوام تاکید کنم که اون همه شور و تقلای منجر به سقوط شاه در سایه بیلان تیروتار خمینی یا کدر و کمرنگ نمیشه به عکس ذره ذره اون در گنجینه فنانفذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم اون رو تضمین میکنه بدون یک چنین سابقه و پشتوانه ای مقاومت عادلانه امروز ما در سراسر کشور هرگز چنین ریشهدار و پایدار نبود و محققا خمینی و خامنی اون رو تا به امروز ریشه کن و رژیم خودشون رو برای سالیان دراز تثبیت کرده بودن بر این اساس تمامی فرضیات و دود و مبتنی بر بازگشت سلطنت آب در هاون کوبیدنه بله بر شما ممنون از توضیحات مبسوطی که در این رابطه دادید و به امید حضورتون در برنامه بعدی ممنون از شما آقای کامیا منم ممنونم که این فرصت به من داده شد خدا نگهدارتون